سلام عرض میکنم به چشمانداز خوش آمدید. غربی ها امید دستیابی به توافق با ایران را عملا از دست دادن. تشدید تحریم ها علیه ایران از همکنون آغاز شده و در هفته های پیش رو به نظر میرسد سخت‌تر هم بشود. در داخل ایران اعتراض ها به فقر و گرانی، فساد و ناکارآمدی رهبران روز به روز بخش ها و لایه های مختلف اجتماعی را در بر میگیرد. هرچند هنوز از حضور گسترده جمعیت در خیابان‌های کشور خبری نیست. در مقابل کوه مشکلات و نارضایتی‌ها، حکومت اسلامی عملاً منفعل و حتی فلج شده به نظر می‌رسد. در خارج یا دست کم در منطقه خاورمیانه، نبرد میان اسرائیل و ایران روز به روز علنی‌تر و حتی خطرناک‌تر می‌شود و شواهد نشان می‌دهند که سرانجام این نبرد و مسئله امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست کم یکی از موضوعهای گفتگوی جو بایدن با رهبران کشورهای منطقه در سفر ژوئیه او به اسرائیل و عربستان باشه. خلاصه اینکه ایران از نو وارد مرحله نوینی از بحرانهای عمیق و ساختاری خود شده که می‌رود شاید این بار سرنوشت این کشور رو رقم بزند. بررسی این بحران و پیامدهای آن برای ایران و منطقه موضوع گفتگوی امروز ماست. آقای قاسم شولسدی، حقوقدان و وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی اینجا در استودیوی ارفی، و آقای منشه امیر، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در اورشلیم. آقایان، ضمن تشکر از حضور شما در گفتگوی امروز، مایلم پیش از هر چیز سوال رو با آقای شولسدی آغاز بکنم. آقای شولسدی، چه چیزی بحران امروز ایران رو دست کم از بحران‌ها و اعتراض‌های دو سه سال اخیر یا حتی ده سال اخیر اگر جنبش سبز رو در نظر بگیریم متمایز می‌کنه؟ عمده‌ترینش این هست که مثلا در جنبش سبز یک اختلاف درون خانه بود، مثلا اصلاح طلبا و اصولگراها بر سر انتخابات، بر سر دستکاری نتیجه انتخابات درگیر بودند. بحث به اصطلاح تبدیل شده بود به یک جنبش مطالباتی، اما امروز جنبش و قیام مردم برای براندازی نظام هست. دیگه اختلاف دو تا بخش از یک خانواده نیست و به خصوص مردم. ببینید، شما وقتی که به شعارهای توی خیابونهای ایران نگاه میکنید میبینید که عمده شعارها علیه فساد، علیه گرانی، علیه فقر و مشکلات اقتصادی و البته شعارهای علیه رهبران جمهوری اسلامی، حتی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای هم داده میشه و علیه حضور روحانیت. ولی به نظر میرسه که این فشار فقر و گرانی بیش از همه صدای اعتراض مردم ایران رو در آورده. این هم هست. الان جنبه اقتصادی و معیشتی مردم هم بحث اصلی هست، اما فراموش نکنید که عموما انقلاب ها از مطالبات معیشتی و صنفی شروع میشه و به مطالبات سیاسی رادیکال میرسه. الان در ایران این مرحله رو ما داریم، موقعی که مثلا میگن مرد بر خامنه ای و مرد بر دولت و غیره، یعنی در واقع همه چی رو با هم میگن. و الان این جنبش ارتقا پیدا کرده. آقای منشه امیر، شما در اسرائیل هستید. خب موضوع ایران، تهدید امنیتی ایران شاید اولین موضوع سیاسی در اسرائیل، چقدر اهمیت داره اعتراض‌های اجتماعی در ایران علیه جمهوری اسلامی و چقدر در نظر گرفته میشه در ملاحظات رهبران این کشور یا محافل مطبوعاتی و سیاسی اسرائیل؟ بله، این سوال بسیار خوبی است. در مورد بخش نخست سخنان شما باید بگویم که الان این خیزش مردمی در ایران شکل و ماهیتی میگیره که از خواسته های صنفی داره تبدیل میشه به خواسته های ملی و همگانی. مثلا آموزگاران، معلمان، دیگه نمیگن فقط حقوق بازنشستگان یا حقوق ماهیان ما رو افزایش بدید، بلکه خواستار کلاس های بیشتری هستن، خواستار تغییر برنامه درسی جوانان هستن و غیره و غیره. فکر میکنم یکی از دلایل، یکی از ویژگی هاش این است که بازاریان هم الان به این جنبش پیوستن و قبول دارم تجربه نشون داده که همیشه مردم ایران وقتی که به
خودشون، به پولشون، به بودجهشون، به معیشتشون آسیب میرسه طغیان میکنن. البته اون جریان جنبش سبز امر دیگری بود. آقای شهل سعدی به درستی گفتن که این یک نزاع خانگی بود، ولی مردم ایران از دموکراسی و حقوق بشر و غیره چندان به هیجان در نمیان. آنچه که اینها رو به هیجان کشونده همین به سختی معیشت هست و میبینیم بازاریان هم میپیوندن، سطح توقع بالا میره و از اونجایی که رژیم ایران نمیتونه به این خواسته ها پاسخ مثبت بده، انتظار میره که این اعتراض ها گسترده تر بشه، به تهران و شهرهای دیگه برسه، دانشجویان ایرانی هم بپیوندن و دیگران هم بپیوندن. اما درباره بخش دوم پرسش شما که چه تأثیری در اسرائیل گذاشته، بله آقای اعتمادی تأثیر گذاشته. و اگر از من بپرسید که چرا آقای نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت لحن سخنش را علیه حکومت ایران شدیدتر کرده، اگر بپرسید که چرا شاهزاده رضا پهلوی با قاطعیت بیشتری خطاب به مردم ایران سخن میگه، همین امر است که آقای بنت و شاهزاده احساس میکنن، میبینن که وضع حکومت متزلزلتر، نارضایتی مردم گسترش یافته. تا اینجا. آقای شهل سعدی، روزهای اخیر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نامه نوشت به آقای رئیسی، نامه علنی، که گفت به هر حال جامعه لنگ برجامه و تا دیر نشده برجام رو بپذیره و الا این کوه مشکلات اقتصادی، فروپاشی اقتصاد و معیشت مردم ایران ممکنه عواقب خطرناکی داشته باشه. اما در این حال شاهدیم، چون این حرف هم تازگی نداره، که حکومت همچنان نمنفعل، حتی فلج شده است در مقابل چنین مطالبات معقولی. یعنی به نظر میرسه که حتی منفعت ایران پیشکش، حتی قدرت تشخیص منافع هیئت حاکم از سوی هیئت حاکم مشاهده نمیشه. علتش چیه؟ ببینید، آقای خامنه ای گفت که من دیپلمات نیستم و انقلابیم. اتفاقا 5 سال 6 سال پیش من یه نامه خصوصی برای ایشون نوشتم، گفتم اولا طبق قانون اساسی تو باید دیپلمات باشی، باید سیاستمدار باشی. نه. طبق فرهنگ و ادب ایران، اونچنان که حافظ میگه، رند آدم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. اینم میگه تو باید سیاست مدار باشید. موازین اسلامی هم میگه که الائمه ساست العباد، یعنی رهبران سیاست مداران جامعه هستند. کی به تو اجازه داده که انقلابی باشی و هزینه انقلابی بودن تو رو ملت ایران بده؟ آقای رئیسی کاری نیست. آقای رئیسی یک پخمه 6 کلاس سوادی قاتله و طبق قانون، اگری که خامنه‌ای رهبر قانونی باشه، که بنده 20 سال پیش در 1381 نامه سرگشاده منتشر کردم با استدلال حقوقی و گفتم تو رهبر غیرقانونی هستی و باید بری کنار، حالا تازه 17 سال بعد از من. من میفهمم همه اینا را، شهل سعدی، ولی فقط این رو نمیفهمم که با این درجه وخامت اوضاع اقتصادی، هر روز به هر حال لایه‌های مختلف مردم در خیابانن معترضن و آقای خامنه‌ای و رهبران ایران باید بدانن بنا به تعریف که علت این علاوه بر خوب ناکارآمدی و فساد، تحریم های اقتصادی غربه. چرا وقتی که امکان رفع تحریم ها وجود نداره، حتی برای حفظ موجودیت خودشون نکوشیدن که این برجام رو بر سرش به توافق برسن با غرب آمریکا؟ دو تا مثال من دارم، یکی همین برجامه، یکی هم عرض کنم خدمتتون دشمنی با اسرائیل، که مثلا به زعم خامنه ای اسرائیل دشمن ایرانه، اما عقلشون نمیرسه که با دشمن چجوری برخورد کنن. برخورد ناسوابشون با اسرائیل سبب شده که اسرائیل اومده همسایه ایران شده. اگه این دشمن هست، شما چرا سیاست‌های اینقدر غلطی رو اعمال کردید که اولا بین فلسطینی‌ها اینجوری شکاف بیفته، بعد اسرائیل بتونه با کشورهای عربی همزبان بشه، برای که ایران شده دشمن مشترک اسرائیل و دولت‌های عرب؟ خب یعنی چی؟ یعنی رهبران سیاسی ایران سیاست ندارن. خب آقای خامنه ای هم اصلا گفتم که رئیسی حد اکثرش میشه یک تدارکاتچی. خب حالا بقیهشون هم که تدارکاتچی بودن، حداقل پخمه نبودن. این آقا پخمه هم هست. بنابراین به نظر من مخاطب اصلی نامه آقای
متحری مخاطب واقعیش خامنه ایه بله. که با این که ایشون رهبر غیرقانونی هست و بنده اولین کسی هم که گفتم این رو، اما اگر که رهبر قانونی می بود طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلی کشور توسط رهبر تعیین میشه و مسلماً بحث اتمی ایران یکی از مصادیق بارز این سیاست های کلی هست، یعنی مسئولیتش مستقیماً میره در حوزه خامنه ای. آقای منشامید، مایلم از شما همین سوال رو بپرسم که آیا به گمان شما این موضوع، یعنی در واقع انفعال و فلج شدن یک سیستم در مقابل بدیهیاتی که میتونه موجودیت خودش رو شدیداً به خطر بیاندازه، صرفا جنبه ایدئولوژیک داره یا باید ملاحظات دیگری رو در نظر گرفت در کنکاش در توضیح این موزل؟ ببینید دو چیز هست، یکی باور تعصب‌گرای مذهبی و ایدئولوژیک هست و دوم بی‌اعتنایی به جان مردم و اشتباهات بسیار بسیار نادرست. یه دو تا مثال میخوام بزنم. یکی ایران در دوران خمینی، در دوران اول خمینی، ایران ارتش نداشت، ارتش فلج بود، امکانات مالی نداشت، از حمایت بین المللی نه تنها برخوردار نبود، بلکه به علت اینکه گفته بود ما میخوایم انقلابمون رو صادر بکنیم، بسیاری از کشورهای اروپای ایالات متحده و دیگران با نگرانی به ایران نگاه میکردن. ارتش صدام یک ارتش قوی بود. اینها رو همه رو خمینی نادیده گرفت، چون بلد نبود، نمیدونست نظامی و ارتش چیه. تصور کرده بود که اگر من به این سادگی ایران رو تصرف کردم، به همین نسبت هم شیعیان عراق رو میتونم به هیجان بیارم، به خیابان بیارم، به خیزش وادار بکنم و صدام حسین با یک فوت نابود خواهد شد و جنگ پیش اومد. جنگ دو سال ادامه داشت و میشد اون موقع تمامش کرد. گفت نه، من ادامه میدهم تا روزی که این حکومت بیفته. یعنی در محاسباتشون هیچ حساب و کتاب و تجربه و اندیشه و اینا وجود نداره. این یکی. دوم این که سابقه حکومت ایران ثابت کرده و این رو ما امروز هر ساعت و هر لحظه میبینیم که جان مردم، سلامت مردم، معاش مردم اصلا براشون هیچ ارزش و اهمیتی نداره. به همین علت نان داره کمتر میشه، دارو گران شده و غیره و غیره. و اینها همه من به گریه میفتم واقعا که سرنوشت مردم ایران رو داره میکنه مثل مردم کره شمالی که برای رهبرانشون فقط یک چیز مهمه که هر روز موشک جدیدتری بسازن، بردش رو افزایش بدن و تعداد بیشتری بمب هسته‌ای ایجاد بکنن. امیدوارم با این توضیحات غیر مستقیم پاسخ پرسش شما رو داده باشم. بله خیلی ممنونم. من با ملاحظه‌ای که آقای منشامید چند لحظه پیش طرح کردن سوالم رو با شما در میون میذارم. خیلی از اون چیزهایی که امروز جمهوری اسلامی به عنوان دستاورد ازش نام میبره، البته خیلی هم نیست، فقط همین تلاشاشون برای ساختن موشک‌های بالستیکی و غنی‌سازی اورانیومه. بسیاری از کشورها خیلی مهمتر از این رو دهه‌ها پیش اعلام کردند و اصلا هم نه اعلام کردن و نه حتی به عنوان دستاورد مهم کشور خودشون تلقی کردن. چه طرفی میخواهد ببندد آقای خامنه‌ای و رهبران جمهوری اسلامی ایران از گریختن در مقابل واقعیت امروز جامعه ایران چنان که هست و واقعیت وضعیت خودشون با استناد به این حرفا؟ خب ببینید، همونطور که گفتم اینا سیاستمدار نیستن. نه خامنه‌ای اصلا در سیاست بین الملل به خصوص هر را از بر تشخیص میداد، نه خامنه ای. تازه خودش هم افتخار میکنه میگه من دیپلمات نیستم. خب و حتی میخوام بگم بر اساس موازین شرعی هم میتوانن اونجایی که لازم هست، یه قاعده فقهی هست به نام از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورتی پیدا بشه میشه آدم از اون قواعد اصلیش عدول هم بکنه. حتی عقلشون به اینم نمیرسه و لذا در واقع در یک جاده یک طرفه رفتن که آخرش به سقوط منجر میشه. نه ترمز میتونن بگیرن، چون اگر بخوان ترمز بگیرن و برگردن، مثلا همین بحث هسته‌ای ایران، این همه سرمایه گذاری کردن، میلیاردها دلار هزینه کردن و این رو به عنوان یک تابوی تونستن حفظ کنن، حالا یه مرتبه
عقب نشینی کنن، همون نیروهای ارزشی خودشون باشون اختلاف پیدا میکنن. لذا یک جاده رو اینا انتخاب کردن غیر قابل بازگشت و نتیجهش هم سقوطه و من امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته. آقای امیر، در هفته‌های آینده رئیس جمهوری آمریکا به منطقه سفر خواهد کرد، مشخصا به اسرائیل خواهد آمد و بعد به عربستان. سفر از بسیاری جاها تاریخی و مهم ارزیابی شده، ارزیابی به این خاطر که ممکنه این رابطه اسرائیل و عربستان رو دچار تحولات کیفی بکنه که بی تأثیر نخواهد بود بر موقعیت ایران و موقعیت جمهوری اسلامی ایران در کل خاورمیانه. افزون بر این، رئیس جمهوری آمریکا تقریبا با کل رهبران عرب منطقه گفتگو خواهد کرد و باز به نظر میرسه که ایران و سرنوشت ایران و سرنوشت جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوعهای کانونی این گفتگوهای چند جانبه باشه. پرسش بنده از شما اینه که خود شما چه اهمیتی میدید به مسئله ایران در این گفتگوها و جایگاهی که میتونه کسب کنه و چه نتایجی رو شما منتظر هستید که از این گفتگوها حاصل بشه احتمالا؟ بله، چه نتایجی رو حاصل خواهد شد چیزی نیست که من بتونم جواب بدم، ولی میتونم بگم انتظارات چی هست. ببینید، اهمیت دیدار آینده ای آقای بایدن از خاورمیانه بسیار بسیار زیاده و توضیح میدم. و سه ایستگاه داره، یکی اورشلیم، بعد ریاض و ریاض با کنفرانس کشورهای امیرنشینهای عرب حوزه خلیج فارس که هر سه مهمه. میاد اول اسرائیل، اسرائیل یک بار دیگر با آقای بایدن نشون خواهد داد که چقدر بازی امتیاز دادن به حکومت ایران بازی با آتشه، توضیح خواهد داد که چرا نباید این کار بشه. بعد با پرواز مستقیم، این هم خودش یک سابقه است، با پرواز مستقیم از تل‌آویو میرود ایشون به ریاض و اونجا با رهبران عربستان میشینه که همین حرفای اسرائیل رو به احتمال زیاد تکرار خواهند کرد. بعد میشینه با امیرنشین‌ها در شورای همکاری خلیج فارس که سیاست‌های خودش رو تشریح بکنه و به اعتراضهای اونها پاسخ بده. آمریکا داره از منطقه خاورمیانه بیرون میره و هم اسرائیل و هم عرب نگرانن که اگر ما رو تنها بذارید خلأ ایجاد میشه که فرصتی رو به حکومت ایران میده. آقای بایدن میآید و میگوید که نگران نباشید، بیایید یک سیستم جدیدی رو به وجود بیارید که این خلأ پر بشه. این سیستم نخستین گامش ایجاد یک نوع همکاری‌های نظامی و دفاعی بین اسرائیل و کشورهای عربه. کوچکترین کار چی هست که میشه کرد؟ اینه که بیان یک شبکه راداری سراسری رو به وجود بیارن که به موقع از پرتاب موشک‌ها یا اعزام پهپادهای حکومت ایران خبر بده و کشورهای منطقه بلافاصله آمادگی داشته باشن و باش مقابله بکنن. ببینید، پهپادها که حکومت ایران بسیار پیشرفته در این زمینه، در ارتفاع کم و با سرعت کم پرواز میکنن و به آسونی نمیشه تشخیصشون داد. اگر این گام ها برداشته بشه، این گام نخستین انجام بشه، میشه گفت که سفر آقای بایدن موفقیت آمیز بوده. به هر حال این سفر از نظر اسرائیل و امیرنشین ها بسیار بسیار مهمه. نتیجه چه خواهد شد شاید چند نوه دیگه بشه جواب داد. بفرمایید. همونطور که آقای امیر گفتن، علاوه بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، حتی قراره با عراق که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، رهبران بحرین، اردن، مصر گفتگو بکنه جو بایدن. نخست وزیر اسرائیل عملا هدف از این ملاقات ها رو، این تلاش ها رو محاصره جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. آیا این شما رو نگران نمی‌کنه؟ نگران آینده ایران نمی‌کنه؟ یعنی یک نظامی که هم در داخل منزوی است از سوی مردمش چون مورد تعرض قرار گرفته، مورد اعتراض قرار گرفته، و هم در منطقه روز به روز منزوی‌تر میشه چون کشورهای به اصطلاح منطقه احساس
تهدید میکنند، احساس تعرض میکنند از سوی جمهوری اسلامی و میکوشن پیوندهای خودشون رو تقویت بکنن. شما چه نتایجی رو فکر میکنید این وضعیت به وجود بیاره، نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه برای آینده ایران در وضعیت بحران زده کنونی؟ خب ببینید، من به عنوان مسئول و بنیانگذار جنبش راه سوم راه نجات ایران، پیام این جنبش و پیام ملت ایران به جهان و به منطقه رو پیام صلح و دوستی اعلان کردم. با اسرائیل هم حتی ما در چارچوب منافع ملی ایران میتونیم روابط دیپلماتیک و غیره داشته باشیم. نه اسرائیل نه امریکا دشمن ما نیستن. خب بنابراین من شخصا نگران نیستم. هر چه عنوان تحلیلی منظورم. بله، اما این که چه میشه آقای بایدن، ببینید اگر یادتون باشه آقای اوباما تنها رئیس جمهور امریکا بود که گفت منافع امریکا لزوماً با منافع اسرائیل منطبق نیست، تنها رئیس جمهور امریکا، و حتی موضع‌گیری کرد به نفع ایران در منطقه که مثلا عربستان باید قدرت ایران، قدرت منطقه ایران رو به رسمیت بشناسه. اگر آقای بایدن مثل تو حالا که نشون داده که از اراده کافی برخوردار نیست، به نظرم در این سفر هم چیز مهمی عاید نخواهد شد. ببینید از زمان آقای ترامپ که این همه تبلیغ میشد که ضد حکومته، ولی شما دیدید که هرچی ایران حمله کرد، مثلا آرامکو نصفش رو برد تو هوا، اما آقای ترامپ کاری که نکرد. که اتفاقا این وضعیت ایران به نفع غرب بوده، زیرا این خطر امنیتی رو هی اگراندیسمان و بزرگ میکنن تا بتوانن قراردادهای آنچنانی با همین کشورهای عرب ببندن. این رفتار ایران رو هم که میگفتن امریکا یا خواهان تغییر رفتار هستن، اتفاقا به نظر من نبودن، چون در عمل این بوده و همه هم الان متفق القول هستن که در کاخ سفید اون اراده قاطع وجود نداره. بهترین دلیلش بحران اوکراین هست. اگر میدیدن که مثلا در کاخ سفید یک اراده مستحکمی هست، هرگز پوتین جرأت نمیکرد این جنگ تجاوزکارانه رو شروع بکنه. خب من یه مقدار تردید دارم در اراده واشنگتن. اگر ضمن این که سالها هست که اینا اعلان کردن که ما اولویتمون طبق سند امنیت ملیشون، گفتن دیگه ما اولویتمون خاور دور هست، خاور میانه و خاور نزدیک نیست، لذا باید ببینیم در عمل حالا این رویکرد رو میخوان تغییر بدن یا نه. من خیلی فکر نمیکنم، اما من خودم هفته پیش به امریکا و دولت‌های اروپایی هشدار دادم، اخطار دادم، گفتم آقا این ملت ایران، همین آقای اوباما، مردم ما در سال در جنبش صبر گفتن اوباما با ما یا با اونها، ولی عملا اوباما را با حکومت اوباما یا رئیس جمهوری آمریکا، هر کدومش، اونها در واقع نماینده منافع ملی آمریکا هستن، نه با حکومت ایران لزوما هستن نه با مردم ایران. ولی خب تا حالا از حکومت عملا حمایت الان من هشدار دادم. ببینید امریکایی‌ها مخصوصا امریکا، برمیگردیم به این موضوع های شله صدر. من مایلم چون وقت برنامه رو به اتمامه، یک سال مشترک در واقع در میون بذارم با آقای منشامی شروع میکنم. آقای منشامی، تا کجا در واقع گسترش اعتراض ها در ایران به گمان شما میتونه تأثیر بذاره بر ارزیابی و این قبیل معادلاتی که بعضن هم درست هستن و آقای شعله صدری بهش اشاره میکنن، یعنی اینکه وادار بکنن قدرت های غربی و به ویژه آمریکا رو که همسو بکنن با اراده مردم ایران که خواستار گذار به دموکراسی هستن؟ بله، من پرسش شما رو برعکس میکنم، میگویم که تا چه حد حکومت، یعنی کی حکومت در برابر ملت ایران زانو خواهد زد و گفت که خواهد گفت که من صدای انقلاب شما رو شنیدم. و اون موقعی است که یادآوری میکنم که وقتی علی خامنه ای امام جمعه تهران بود و در خطبه جمعه گفت که مهمترین وظیفه ما اجرای موازین و شریعت اسلامی است، خمینی او رو احضار کرد و مثل یک شاگرد تنبل مورد توبیخ قرار داد. گفتش که مهمترین موضوع حفظ موجودیت حکومت اسلامی است، حتی به بهای باطل کردن موقت روزه حج و غیره و غیره، اون پنج اصل و پنج ثواب اصلی. بنابراین خلاصه میکنم که حکومت فقط روزی صدای انقلاب مردم رو خواهد شنید که خودش رو کاملا در خطر فوری ببینه. حالا
در مورد ایالات متحده و کشورهای اروپایی، این جریان حقوق بشر در ایران اهمیت درجه 3 درجه 4 داره براشون. فقط این هفته بود که آقای آنتونی بلینکن شاید برای یکی از اولین بارها آمد و از حقوق مردم ایران دفاع کرد و سرکوب مردم رو نکوهش کرد. و ولی وقتی که دولت‌های غربی ببینن ایالات متحده که خیزش مردم ایران انقدر جدیه که ممکنه به سقوط و فروپاشی حکومت بیانجامه، اونها هم ملت ایران رو تحت حمایت قرار خواهند داد. همان گونه که وقتی دیدن شاه ایران بازگشتی نیست و خمینی تنها فردی است که میتونه تمامیت ارضی و تمامیت موجودیتی ایران رو حفظ بکنه، از او طرفداری کرد. آقا شبستید شما نظرتون چیه؟ بله، گفتم داشتم همین رو توضیح میدادم که من هفته پیشم به امریکا و اروپا اخطار کردم که آقا این میوه داره میرسه در ایران، ملت ایران انقلابشون رو آغاز کردن و ما رفتار شما رو الان رصد میکنیم. ضمناً شما بدهی تاریخی به ایران دارید به دو دلیل: یک، کودتای 28 مرداد که دولت ملی ما رو ساقط کردید، دو، موضعتون در گوادلوب که پیروزی خمینی رو. ببینید این سوال یه مقدار، ببخشید من حرف شما رو قطع میکنم، کلیشه است. اگر بحث بر سر بدهی باشه ما ایران سال مغروزیم. من میگم الان باید بیان بدهیشون. هزار سرباز آمریکایی در عراق توسط سپاه پاسداران کشته شدن، 323 سرباز و تفنگدار آمریکایی در لبنان در دهه 80 توسط حزب الله و سپاه پاسداران کشته شدن، 65 سرباز فرانسوی هم جزء اونا اومد. دیگه اصلا اشاره نمی‌کنم به، ببینید یعنی بدبستان و بدهی و اینجور چیزا تو این معادلات نمیتونه. من سوالم از شما اینه که تا کجا میتونه در صورت نوزج گرفتن اعتراض‌های اجتماعی امروز ایران اثر بذاره بر در واقع معادلات، تصمیم گیری ها و ارزیابی ها؟ دقیقاً همین رو من دارم توضیح میدم که مردم ما چون الان دیگه به خواست براندازی نظام حرکت کرده اند، الان موقعشه که اونا بدهی تاریخشون رو به ایران از طریق کمک به این قیام مردم ایران جبران کنن. همین بقید. یعنی الان که مردم حرکت کردن دیگه، مثل اوباما به سر ملت ایران نیاره. شما نادیده میگیرید این داستان 28 مرداد ما رو بیش از 70 سال پیشه. گوادلوب چی؟ من گوادلوب هم دومیشه. ببینید اینا همش خب ارزیابی تحلیل فردیه، میتونه مستند باشه میتونه نباشه و غالبا هم نیست، اما در این فاصله یه اتفاقی افتاده. 43 سال پیشه که انقلابی در ایران شکل گرفته، یک حکومتی سر کار آمده و شعار محوری ستیز با غرب بود و آمریکا و اسرائیل و این رو گفته و عمل کرده و به خاطرش دست به اعمال غیر قابل پذیرشی هم زده. من میگم خارج از این ملاحظات حتی کی به کی بدهکاره، بله. اگر چون دیگه اینجا که دادگاه نیست، یه دادگاه صالحه وقت باید رسیدگی بکنه، بله. کی به کی حقیقتا بدهکاره، چه اثری داره در واقع اعتراض های اجتماعی در بر ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری قدرت های غربی ویژه آمریکایی؟ خواهش می‌کنم در خیلی کوتاهی بفرمایید. به نظرم الان که مردم ایران دیگه حرکت کردن و داره روز به روز گسترده تر و رادیکال تر میشه، غربی ها حتما از این قیام حمایت بکنن. حتی اگر میخوان مسائل اتمی ایران، مسائل منطقه‌ای، مسائل موشک و غیره هم حل بشه، از طریق استقرار یک نظام دموکراتیک و سکولار در ایران هست، راه دیگه ای نداره. بنابراین منافع غرب هم در اینه که الان بیان کنار ملت ایران و از این قیام حمایت کنن. خیلی راحت. بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم. آقای قاسم شولسعدی در استودیوی رفی در پاریس و آقای منشه امیر از اورشلیم، خیلی سپاسگزارم از شرکت شما در این گفتگو. تا چشم اندازی دیگر، بدرود.